دوستان سلام، به یامی گاسترونومی خوش اومدید. من مهیار هستم، امروز در خدمتتون هستم. میخوایم با هم دیگه یکی از خورشت‌های حقیقتاً شاهکار ایرانی رو با هم درست بکنیم و اون خورشت فسنجون هست که بسیاری از دوستان هم در ماه‌های اخیر متقاضی این بودن که با هم دیگه فسنجون رو درست بکنیم. فسنجون یکی از اون خورشت‌های ایرانی است که تنوع بسیار بسیار زیادی داره. به عنوان اون چیزی که شاید بشه بهش گفت فسنجان رسمی، که زنده یاد استاد نجف دریابندری هم در کتاب شاهکارشون به اون اشاره کردن، سبکی هستش که به طور معمول در رستوران ها و تالار های تهران سرو خواهد شد و فسنجانی است که بالانس بین طعم ترش و شیرینش معمولا متعادل هست، یعنی ملس هست، گاهی هم یه مقدار بیشتر متمایل به شیرین، که این البته چیزی است که بسیار سلیقه‌ای هست و با قطعات سینه و ران مرغ درست میشه. کاری که من میخوام امروز انجام بدم رسیپی متفاوتی هست برای فسنجون. تفاوت عمده این هستش که ما از قطعات درشت گوشت گوساله میخوایم استفاده بکنیم، از راسته گوساله استفاده میکنیم. نتیجه یک فسنجان مجلسی خواهد شد که قطعات درشت گوشت که له نشده و قاطی فسنجون نشده و آب رو گلالود نکرده به قول معروف داخل این خواهد بود. در این حال این گوشت هم کاملا سیاه شده نخواهد بود، فسنجان خوش رنگ و زیبایی خواهد بود. من فسنجان سبک گیلانی رو هم بسیار دوست دارم که رنگش سیاه رنگ هست و بسیار ترش هست. معمولا اون سبک فسنجان با ترش انار در واقع درست میشه، انار ریز جنگلی هست که طعمش خیلی ترشتر هست، اسیدیته بسیار بالاتری داره و رنگ اون رب خودش خود به خود خیلی تیره هست و این مرسوم هست در گیلان. برای اینکه به هر حال استاندارد این هست که فسنجان رنگش باید تیره و سیاه باشه، که اگر هم به اون حد تیرگی مورد نظرشون نرسیده باشه در انتهای مرحله پخت، یک قطعه آهن لخت خام، معمولا از نعل اسب استفاده میکنن، برای مدت کوتاهی توی قابلمه میگذارند. ترکیب اکسید آهن با تنین گردو در واقع باعث میشه که این رنگ بیشتر به سمت سیاهی بره و اون تیرگی مورد نظر به دست بیاد. خب توضیحات بیشتری هم هست در مورد فسنجان و تنوعات بسیار زیادش که من حین پخت اینا رو خدمتتون توضیح خواهم داد. ما برای تسریع در کار شروع میکنیم، گردومون رو آسیاب میکنیم. فرمول معمول این هست که نصف وزن گوشتی که شما دارید استفاده میکنید یا مرغی که دارید استفاده میکنید گردو داشته باشین. من 500 گرم گردو میخوام استفاده بکنم برای تقریبا 1 کیلوگرم گوشت راسته گوساله. نظر بسیاری از دوستان این هست که بهتر از گردوی خوشرنگ و سالم و خوب استفاده نشه برای فسنجان و گردوی سیاه استفاده بشه. گردوی سیاه معمولا قیمت ارزونتری داره. از گردوی با کیفیت من همیشه نتیجه بهتری گرفتم. گردویی که چرب باشه، طعم خوبی داشته باشه و تازه باشه و داخلش سفید و خوش رنگ باشه و چرب، این چرب بودنش بسیار مهم هست. این منطق اصلا آشپزی حکم میکنه که شما بهترین نتیجه رو از بهترین مواد اولیه میگیرید و سعی بکنید همیشه به اعتقاد بنده از بهترین کیفیت گردوی که میتونید استفاده بکنید. و نکته مهم دیگر در مورد گردو این هست که گردو داخل پوستش خیلی بهتر و سالمتر میمونه. یه مقدار زحمت داره که نیم کیلو مغز گردو رو از خودتون بشکنید و تهیه بکنید، ولی زیاد کار سختی نیست و نتیجه این کار خیلی بهتر از اینه که گردوی از قبل شکسته‌ای که مخلوط چند نوع ممکنه باشه و در معرض گرد و خاک و اینها در عطاری یا مدت زیادی قرار گرفته بخواید از اون استفاده بکنید. شروع میکنیم با آسیاب کردن گردومون. از چرخ گوشت هم میشه استفاده کرد. به صورت سنتی در گیلان از
در واقع ابزار دستی استفاده میکردن که این رو در یک ظرف سینی مانند سنتی با یک سنگ گردی میسابیدن. اون کار هم مهارت خاص خودشو میخواد. چرخ گوش نتیجه‌ای به خوبی فود پروسسور نمیده و البته برای مقدار زیاد گردو، برای چند کیلو گردو مناسبتر و سریعتر هست، ولی این مقدار رو شما میتونید بهتر نتیجه رو در فود پروسسور بگیرید. سری اول گردویی که آسیاب کردید میبینیم که تقریبا به حالت خمیر در اومده، این خیلی زودتر به روغن میفته و غلظت فسنجان شما رو خیلی مناسبتر خواهد کرد. و این بخش دوم میبینید که یه مقدار زبرتر هست و این کنتراست در میزان آسیاب و زبری گردو، این در بافت نهایی بسیار کمک خواهد کرد نتیجه خیلی بهتری بهتون بده. تو خیلی از روش ها تو همین مراحل در واقع از ابتدای کار روبه انار و گوشت و گردو و همه چیز رو با همدیگه میپزن، یا مرغ یا حالا خودکا یا هر چیزی. اتفاقی که میفته اینه که گردو یه مدت طول میکشه تا به روغن بیفته. اگر از همون ابتدا روبه انار رو اضافه بکنید، روبه انار وقتی به این اضافه بشه ته میگیره خیلی زود به زود و مرتبا بعد اینو هم بزنید و کف قابلمه رو بتراشید، یعنی این درجه ته گرفتگی خیلی محسوس و مزاحم هست. الان هدف ما این است که این گردو به اندازه‌ای بپزه که به روغن بیفته و من بهتون نشون میدم که چطور این کارو با دردسر کمتر میتونیم انجام بدیم. حدود 5 دقیقه میخوایم اینو با آرامی داغش بکنیم، نمیخوایم سرخش بکنیم، نمیخوایم رنگش عوض بشه. این باعث میشه که طعم خامی گردو، که البته طعم بدی نیست چون ما خب هممون از خوردن گردوی خام لذت میبریم، ولی این طعم خامی گردو توی خورشت فسنجان خیلی چیز مطلوبی نیست و این با ملایمت اینو حرارت دادن و حالا به اصطلاح تفت دادن توی این مدت کوتاه باعث میشه که این طعم خامی گردو گرفته بشه. در این حال این حرارت اولیه‌ای که گردو میبینه و اون درجه آسیابی که ما کردیم که این رو کاملا مقدارش رو به شکل خمیر در آوردیم، باعث تسریع در فرایند به روغن افتادن گردو میشه توی مرحله پخت در آب. و این خیلی مهمه، حواستون باشه که حرارتتون تون نباشه. وقتی قابلمه داغ شد دیگه اینو مرتبا هم بزنید، نسوزه گردوتون توی حرارت و وسط کار اینو فراموش نکنید، ول کنید برید 5 دقیقه دیگه بیاد، دیگه این گردو برای شما فسنجون نخواهد شد. خدمتتون باید عرض بکنم که نکته که در مورد تنوع بسیار زیاد انواع فسنجون خدمتتون عرض کردم، این تنوع هم در مواد اولیه هست، هم در پایه یعنی این گردو هست، و هم در چاشنی مورد استفاده. در بعضی از نقاط فسنجون رو به جای گردو با بادوم درست میکنن، با پسته درست میکنن. این تنوعات وجود داره، حتی با فندق هم من این رو خوردم و خیلی جالب و لذیذ هست نتیجه. یا اگر باز تنوع بیشتری رو دوست دارید که امتحان بکنید، فسنجون رو کاملا بدون گوشت هم میشه درست کرد و به جای گوشت میشه از بادمجون سرخ کرده استفاده کرد که در یه ربع آخر پخت به فسنجون اضافه میشه. بعضی ها با به فسنجون درست میکنند. فسنجون هویج هم حتی داریم و فسنجون کدو حلوایی هم داریم. کمتر خورشتی در واقع هست در آشپزی ایرانی که این همه تنوع داشته باشه. حالا در چاشنی این به جای ربع انار، خیلی از دوستان ممکنه که
از آب انار ترش استفاده بکنن، در گیلان این کار انجام میشه، از رب نارنج استفاده بکنن، حتی میتونید از آلو بخارای پخته شده و پوره شده و صاف شده، یعنی از صافی رد شده در واقع استفاده بکنید. لواشک آلو یا لواشک آلوچه از نوع ترش مورد مصرف داره برای چاشنی فسنجون. 5-6 دقیقه تایم ما سپری شده، گردومون یه مقدار رنگش تیره تر شده و بوی عطرش در اومده و اینو میتونید حین هم زدن حس بکنید که یه مقدار چربتر شده و دیگه نمیخوایم اینو بو بدیم، در همه مرحله متوقف میکنیم. مقدار آبی که اینجا میریزید باید به اندازه‌ای باشه که گردوها رو که میکس میکنید مخلوط میکنید این تو به حالت ماست همزده نسبتاً شل در بیاد، یه همچین غلظتی که مشاهده میفرمایید داشته باشه و روی کمترین درجه حرارت ممکن با در بسته، حرارت در حدی که این خیلی خیلی ریز بجوشه و بسته به جنس گردو این یک چیزی به حدود معمولا حدود 2 ساعتی طول خواهد کشید تا به طور کامل بپزه و شروع کنه به روغن انداختن. خب دوستان قابلمه زودپز رو من داغ کردم به اندازه که توش قطره آب میریزید میبینید که چند لحظه شناور میمونه، قابلمه رو حتما به این درجه داغ بکنید، مقدار خیلی کمی روغن مایع در حد 1-2 قاشق که کف قابلمه رو کاملا پوشش بده. خب الان حرارت شعله ما مدیوم هستش و قطعات گوشت میبینید چقدری هست، گوشت راسته گوساله‌ای هست که به قطعات درشت، یعنی برای هیچ خورشتی ما همچین قطعات درشتی استفاده نمی کنید. چهار پنج دقیقه بعد از اینکه گوشت رو ریختن توی قابلمه یه لیوان حدود 300 سیسی آب بهش اضافه بکنید، یه ذره کمتر بیشترش اشکال نداره. پیاز داغ از قبل آماده شده یه قاشق غذاخوری پروپیمون تقریبا اندازه 2 قاشق صاف بودین به این اضافه بکنید، یه تکون مختصری به این بدین. خب ببینید ما کاری که انجام دادیم این سطح گوشتی بود که باز کف قابلمه در تماس بود، یه مقدار میاد ریاکشن اینجا رخ داد، این یه ذره حالت سرخ شدن پیدا کرد و ما آب جوش ریختیم این رو که این سریعا به دمای جوش برسه و شروع کنه به جوشیدن و الان در زودپز رو من میبندم. بعد خدمتتون توضیح بدم کاری که ما انجام دادیم منطقش چی بود. در حینی که گردوی ما داره میپزه که به روغن بیفته در زودپز رو ببندید، روی درجه 2 روی حد اکثر فشار زودپز رو تنظیم بکنید، دما نسبتا تند باشه به اندازه‌ای که شعله البته از کف زودپز نزنه دستشو بسوزونه که این سریعتر برسه به فشار کاری، بعد زیرشو کم بکنید. خب عزیزان حدود 3 ساعت هست که گردوی ما داره میجوشه و درجه جوشیدن رو توجه بفرمایید ببینید بعد در همین اندازه باشه، میبینید که خیلی خیلی ریز داره میجوشه. گردو برای اینکه روغن بندازه به این درجه بعد بجوشه و زیر قابلمه هم یه شعله پخش کن گذاشتیم که بتونیم برسیم به این درجه جوشیدن، چون معمولا اکثر گازها به اون اندازه کم نمیشن درجه شون و این روغنی که روی سطح اومده این روغن زیبای گردو هست که دارای خواص بسیار زیاد هست و این آروم هم میزنیم. غلظت این میبینید به چه اندازه هست. یه بار در وسط مراحل پخت کاری که ما انجام دادیم این بود که آب این کم شده بود،
و اینو خدمتتون تاکید میکنم برای کمک کردن به اینکه این زودتر روغن بندازه گردویی که دارید میپزید، از آب سرد استفاده بکنید، یعنی آب یخ تقریبا وقتی که میخواید آبش رو اضافه بکنید. این کمک میکنه، شوک حرارتی که به این وارد میشه کمک به این میکنه که این زودتر به روغن بیفته. این مرحله هست که رب انار به این اضافه میکنیم. قطعا رب انار خانگی یا محلی خوب خیلی مناسب تره. اگر که ندارید من راهنماییتون میکنم، بهترین رب اناری که میتونید استفاده بکنید رب انار نارنی هست. تو همه چیزایی که توی بازار هست این از همه بهتر بوده. این ارگانیک و این چیزایی هم که اینجا روش نوشته رو زیاد توجه نکنید. من فکر میکنم که کلن مفهوم ارگانیک برای محصولات ایرانی یک شوخی بیشتر نیست. و نکته مهم این هست که برای این مقدار گردو ابتدا یه چیزی حدود 3/4 کاپ، یعنی فرض بفرمایید 200 سی سی رب انار به این اضافه بفرمایید. مقداری نمک هم الان به این اضافه میکنیم. توجه فرمایید که گوشتمون هم نمک نداره. من دارم در حد یک قاشق چای خوری نمک، یک قاشق مربا خوری، یعنی تقریبا نصف قاشق غذا خوری نمک به این اضافه کردم. یک قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنم. رب انار طعمش رو بلافاصله توی غذا مشخص نمیکنه. برای اینکه مشخص بشه بدونید که این مقداری که استفاده کردید چه تأثیری داشته، حدود 5 دقیقه بعد صبر بکنید که شکر و رب انار این تو کاملا حل بشه. وقتی به جوش رسید باز یکم زیرش رو کمتر بکنید. روی جوش خیلی ملایم میخوایم اینو حفظ بکنیم. در هیچ مرحله‌ای فسنجون نباید سریع بجوشه. اون روغنی که رو اومده بود ابتدا بهتون نشون دادیم، این روغن الان ناپدید نشده، یعنی از بین نرفته. توی مرحله آخر که میخوایم خورش، موقعی که چاشنیش تنظیم شد و گوشتش بهش اضافه شد و همه چیز تکمیل شد، تو مرحله آخر یه مرحله دیگه داریم که اینو به روغن بندازیم. به این ترتیب با 2 قاشق اینو کم کم بچشید. من حدسم این هست که در نهایت این خورشت حدود 2 الی حداکثر 2.5 قاشق شکر لازم خواهد داشت. من نصف قاشق دیگه الان شکر به این اضافه کردم. نصف پیمانه تقریبا، نصف کاپ، یعنی تقریبا 125 سی سی به این مجددن رب انار اضافه کردم. سری اولی که بهش اضافه میکنید چاشنی رو با مقدار کمتر شروع بکنید که معیار دستتون بیاد که رب انارتون توی این مخلوط چه عکس العملی نشون میده، چقدر تاثیرگذاری داره. بعد به تدریج اینو اضافه بکنید تا برسید به جایی که میخواید. خب بعد از 5 دقیقه مجددا میچشیم. این طعم گس مانند گردو به تدریج گم میشه این تو. من دوباره یه نصف پیمونه از این رب انار به این اضافه میکنم. این مقادیری که من دارم استفاده میکنم با توجه به رب انار کارخونه‌ای، حواستون باشه رب انار محلی خیلی غلیظ‌تر اگر دارید این مقادیر نابود خواهد کرد خورش فسنجونتون رو. نصف قاشق دیگه شکرم اضافه میکنم و باز مجددا 5 دقیقه تحمل بفرمایید و بچشید نتیجه رو. خب دوستان عزیز، این دیگه سری آخر هست که من چاشنی رو تنظیم میکنم. 1 قاشق چایخوری تقریبا نمک اضافه میکنم. نصف پیمانه دیگه رب انار اضافه میکنم و کمتر از نصف قاشق غذاخوری صاف شکر. توجه بفرمایید که این خورش نیاز به هیچ
ادویه حین پخت نداره. در انتهای کار اگر مایل بودید میتونید خیلی محتاطانه یکم دارچین و اگر خواستید مقدار خیلی کمی هم هل کوبیده بهش اضافه بکنید. زردچوبه احتیاج نداره. ادویه خورشتی، پلویی، اینجور چیزها احتیاج نداره. مطلقاً هیچ نوع فلفلی هم به این نباید زده بشه. خب عزیزان، گوشتی که حدود نیم ساعت توی زودپز پختیم پختش تموم شد، تست کردیم دیدیم به حد کافی نرم شده. میبینید چقدر خوش رنگ و زیبا شده آب این گوشت. حالا ببینید تو این مرحله که میخوایم خورشتمون مجدداً روغن بندازه و تبادل طعم داشته باشه با گوشتمون، یعنی هم گوشتمون طعم مایع خورشت فسنجانمون رو بگیره و هم طعم پس بده به خورشتمون، یعنی همه چیز اینجا با هم دیگه ممزوج و بالانس بشه. بقیه کار رو دیگه با در باز انجام بدین. خورش که به جوش اومد دما رو به حداقل میرسونیم. هر 10 دقیقه یه بار خیلی آروم اینو هم بزنید که الان که رو به انار و اینها به این اضافه شده این ته نگیره. و تأکید میکنم با ملایمت این کار رو انجام بدید که گوشت له نشه و از شکل نیفته. خب عزیزان، من یکم بیشتر از نیم ساعت صبر کردم، شاید حدود 45 دقیقه اینا شد، ولی نتیجه رو ملاحظه میفرمایید که مقدار روغنی که الان انداخته خورشت ما واقعا فوق العاده است. این درجه جوشیدنی هم هست که برای روغن انداختن فسنجون شما باید داشته باشه. عزیزان، من یه مقدار برنج برای خودم کشیدم با عزتون و ما یه کته‌ای درست کردیم. این به صورت مجلسی، البته خب با چلوی آبکش شده خوش قد و بالا طبیعتاً بیشتر سنخیت داره، ولی ما در واقع این فسنجون رو برای شام خودم درست کردیم و کته رو ترجیح میدیم چون خب خوش خوراکتر هست و البته من اینجا ویدیویی که لینکش رو براتون پایین میگذارم توی دیسکریپشن پایین ویدیو و اینجا هم براتون گذاشتم، هر کدومشو که راحت تر هستین، ما اینجا نحوه پخت این ماه شب 14 میمونه، نحوه پخت کته در قابلمه استیل رو خدمتتون توضیح دادم که یه همچین تدیگی هم بتونید ازش در بیارید. زخامت این تدیگ رو هم ملاحظه بفرمایید که به چه وضعیتی است و رنگ و شکل و اینا و جاتون واقعا خالی، چون اینجا به اندازه کافی تدیگ بود که ما چند تا مهمون هم داشته باشیم. خب این دوستان عزیز و گرانقدرم واقعا این داره با آدم صحبت میکنه، یعنی اینو ملاحظه بفرمایید. یه کلوزآپ رو این دوباره بده. وقتی میگیم یکی از شاهکارهای هنر آشپزی ایرانی هست خورش فسنجان، اصلا
اغراق نیست. دوستانی که آشنایی دارن با خوراک ملت‌های مختلف قطعاً تصدیق می‌فرمایند که هیچ چیزی نظیر این، یعنی با این ترکیب طعم، به این ترتیب ماهرانه، با این مواد اولیه خارق‌العاده و در عین حال با این سادگی، بدون اینکه 500 هزار جور ادویه و چیزهای مختلف به این اضافه شده باشه، واقعا نمیشه پیدا کرد. من اون کار سخته رو مجدداً گذاشتم برای آخر کار. یک توضیحی در مورد نحوه سرخ کردن گوشت بعد خدمتتون تقدیم میکردم. ببینید، شما موقعی که گوشت رو یا مرغ رو توی تابه داغ میگذارید و اطرافش رو قهوه‌ای میکنید، اینو توی حرارت زیاد سرخ میکنید، منافذ گوشت خیلی سریع بسته میشه. این تکنیک رو بهش میگن سیرینگ. حالا این کار میتونه روی باربیکیو و گریل رو حرارت آتیش انجام بشه یا توی تابه. این حاصلش این میشه که اون آب داخل گوشت و مقدار اعظم طعم و مزه داخل گوشت میمونه داخل خود گوشت، و اگر شما اون کار رو انجام بدید و بعد گوشت رو وارد خورش بکنید، حاصل این میشه که گوشتتون بیشتر طعم گوشت خواهد داد و مقدار کمتری از طعم خودش رو به خورش خواهد داد، مخصوصاً برای این سبک خورش که نهایتاً در نیم ساعت آخر ما اضافه کردیم گوشت رو به خورشتمون. اگر از ابتدا این رو توی آب بپزید و آروم بپزید مثل آب گوشت، در اون طرز پخت ما هدفمون این هست که حد اکثر طعم و عصاره از گوشت به آب و سس و خورش بتونه سرایت بکنه. کاری که ما انجام دادیم اینه که با سرخ کردن یک طرف گوشت توی حرارت زیاد و بعد پختن این توی زودپز، ما هر دو تکنیک رو با هم ادغام کردیم و کاری انجام دادیم که هم اون سطح قهوه‌ای شده گوشت بر اثر میارد ریاکشن، اون ریاکشن غیر آنزیمی که در واقع پروتئین های گوشت تبدیل میشن به اون مواد قهوه‌ای لذیذ و خوشمزه، اون طعم کبابی خوب رو به گوشت دادیم، ولی در این حال اجازه دادیم که طعم گوشت هم خارج بشه حین پخت در زودپز به داخل مایع ما. و الان نتیجه بعد چیزی باشه که اگر ما مسیر رو درست رفته باشیم، ما اینجا یک فسنجون معرکه‌ای بعد داشته باشیم که گوشت بسیار نرم و قشنگ و حقیقتاً مجلسی داره، قطعات گوشت درشت و زیبا، و در این حال خود سس این خورشت هم، مایعات این خورشت هم بعد طعم گوشت خیلی خوبی رو داشته باشه. و علت این که ترجیح من این بود که از گوشت گوساله برای این کار استفاده بکنم، طعم اومامی هست که در گوشت گوساله وجود داره ولی در گوسفند بسیار کمتره، در مرغ اصلا وجود نداره، در اردک وجود نداره. خب این میزان پختگی گوشت هم میبینید به چه ترتیبی هست و گوشتمون کاملا نرم و عالی شده، در این حال متلاشی نشده، یعنی تمام اقدامات ایمنی لازم رو ما انجام دادیم که گوشتمون متلاشی نشه. خب دوستان عزیز، خسته نباشید که همراه ما بودین تا این مرحله. میدونم خیلی از عزیزان منتظر نتیجه نهایی هستن. این تبدیل شده به یکی از رسوم کانال میامی گاسترونومی و من به نمایندگی از طرف همه شما با اجازه غذا رو امتحان میکنم. اینجاست که میگن زبان قاصره. ترکیبی از این لذیذتر توی خورشت‌ها فکر نمی‌کنم داشته باشیم. من به شما قول میدم که حتما یک بار فسنجون استاندارد تر که با مرغ درست میشه به صورت مجلسی هم براتون درست خواهم کرد.
و شاید یک بار با اردک هم این کار رو انجام دادیم. شاید فسنجون با خودکار من بعید میدونم که ما این کار رو انجام بدیم، اما قول انارابیج رو هم همینجا من به شما میدم که فسنجون بسیار عالی هست که سبزیجات داره داخلش و یکی از غذاهای فوق‌العاده لذیذ گیلان هست. بیشتر از این نمیشه صرف کرد. آرزو میکنم که همیشه از این سعادت بهره‌مند باشید که از مصاحبت بهترین دوستان و عزیزترین کسان خود، نزدیکان خود در سر سفره رنگین و پربرکت از سالمترین و لذیذترین غذاها لذت وافر ببرید. متشکرم که همراه ما بودین. شب و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. بون اپتیت.